ابراهیم رئیسی بعد از بازگشت از آمریکا گفته در سه روز اقامتش در نیویورک مواضع جمهوری اسلامی رو به گفته خودش برای تامین منافع ورزش‌ها تبیین کرده. رئیسی برای شرکت در 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرده بود. سخنرانی او در مجمع عمومی همزمان بود با تجمع اعتراضی گروه‌های مختلف ایرانیان در نزدیکی مقر سازمان ملل. همکارم گلاره هان اینجا در روبروی سازمان ملل متحد به ما پیوسته. همین الان امیر عبداللهیان از پشت سرمون رد شد. به نظر میاد که بخشی از هیئت جمهوری اسلامی هنوز اینجا هستند. ولی برگردیم به ابراهیم رئیسی بعد از سه روز سفر به مقر سازمان ملل متحد و سخنرانی در اینجا دوباره برگشته به تهران. چطور میشه جمع‌بندی کرد سفر او و هیئت همراه رو؟ خب فرداد، قطعا نمیشه حواشی رو نادیده گرفت. سفر پرحاشیه‌ای بود سفر ابراهیم رئیسی. خب بخشی از اون از همون نماز خوندن توی هواپیما بگیر که بازتاب رسانه‌ای زیادی داشت در شبکه‌های اجتماعی تا استخدام لباس شخصی‌ها، نیروهای امنیتی، به نوعی خبرنگارها که در جای جای ساختمان‌ها و خیابان‌های اطراف مقر سازمان ملل مستقر شده بودن، از خبرنگاران فیلمبرداری و عکس‌برداری می‌کردند و مطمئن می‌شدند که اون راه در واقع خالی از خبرنگار هست، قبل از اینکه هیچ کدوم از مقامات ایرانی این راهی رو که تمام مقامات باید طی کنند تا به مقر اصلی سازمان ملل برسند، به ساختمان سازمان ملل برسند، در واقع خالی از خبرنگار هست. هرچند این رو باید بگم چون بعضی از دوستان پرسیده بودن، این خیابان‌های اطراف کاملا بسته شده و فقط خبرنگاران اجازه حضور دارند، چون بنابراین نگرانی از حضور شهروندان عادی طبیعتا نبوده اینجا. اما از این حاشیه ها که بگذریم، سفر ابراهیم رئیسی خب دیدارهایی داشت با سران بعضی از کشورها و انتقاداتی میشه گفت این سفر در سایه انتقاداتی به ابراهیم رئیسی همراه بود که در رابطه با کمک های پهپادی به روسیه همراه شده بود. در تمام نشستایی که برگزار شد این سوال از اون پرسیده شد. سوال دیگه ای که بارها از ابراهیم رئیسی پرسیده شد در حتی در جمع همون خبرنگاران دستچین شده ای که در مصاحبه پرس کانفرنس یا در مصاحبه خبرنگاران در نشست با خبرنگاران داشت، بارها در مورد پول‌های بلوکه شده ایران ازش پرسیدن، اما و که ابراهیم رئیسی گفت این پول‌ها قطعاً و تماماً به مردم ایران تعلق داره. مصاحبه در واقع سخنرانی ابراهیم رئیسی در صحن سازمان ملل هم سخنرانی به نوعی بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت که قرآن رو با خودش برد و مخالفت کرد با قرآن سوزی و انتقاد کرد به حضور بازرسان آژانس در ایران و این حضور رو به نوعی سیاسی کاری دونست. یه اتفاق دیگه ای هم که افتاد که نمیشه ازش گذشت، همون دیدار رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا بود، جیانی اینفانتینو، که من الان داشتم میخوندم در این دیدار ابراهیم رئیسی از اینفانتینو خواسته که یک مسابقه فوتبال بین تیم ستارگان جهان و ستارگان ایران به میزبانی تهران برگزار بشه و باید دید که آیا این اتفاق میفته یا نه. اما در کل سفر ابراهیم رئیسی میشه گفت حاشیه‌هاش بیشتر از متنش مورد توجه بود و شاید بشه گفت مهمترین بخش خبری مربوط میشه به خبری که امروز صبح رویترز منتشر کرد در مورد اینکه قطر دیدار های دو جانبه جداگانه ای با مقامات ایرانی و مقامات آمریکایی داشت و میشه این رو به نوعی ابعاد تازه ای از اون توافقات و مذاکراتی دونست که به نوعی منجر شد به مبادله زندانیان در روز شنبه. سفر سه روزه ابراهیم رئیسی شب گذشته به پایان رسید و بخشی از هیئت ایرانی عازم تهران شدند. هنوز امیر عبداللهیان وزیر خارجه و فکر می کنم سعید ایروانی و چند نفر دیگه از دیپلمات های جمهوری اسلامی اینجا در نیویورک هستند و ما به گزارشمون ادامه میدیم. ممنونم از گلاره هان، همکارم اینجا روبروی مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک.